خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به دانشجویان عزیز دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر شیراز، بچه مهندسی برق. امروز عزیزان 5 خرداد 1401 هست، در خدمتون هستیم با کلاس الکترومغناطیس. ما دیگه بدون توضیح میریم سراغ درس. سوالی ندارید عزیزان از جلسات پیش؟ اگه سوالی ندارید یه خیر بنویسید. خب بنابراین صدا و تصویر من رو هم که قاعدتاً باید خوب داشته باشید چون جواب سوال رو دادید دیگه، حالا سوال نمیپرسیم که صدا و تصویر ما چه شکلی است. خب عزیزان، جلسه پیش یه ذره کوچولو از قانون گاوس گفتیم این جلسه قانون گاوس و شرایط حل مسئله شون میگیم، چند تا مسئله حل میکنیم، در نهایت اگر وقت کنیم پتانسیل الکتریکی، اختلاف پتانسیل الکتریکی و مفاهیم این چنین رو میگیم. حالا شاید دیگه وقت نکنیم اگر اینا رو گفتیم دیگه بخوایم سوالی از پتانسیل حل کنیم، میفته بر جلسه آینده. خب فعلا عزیزان ما قانون گاوس رو یک اشاره ای باز مجدد بکنیم، چون جلسه پیش دو سه تا از عزیزان پیام دادن که اصلا ما نبودیم و اگه میشه یه اشاره ای بکنید. حالا در حد یک اشاره ای ما قانون گاوس رو مجددا انجام میدیم. من میرم رو نرم افزار دوربین، حالا آقای ثابت اپراتور باشن در حقیقت ارائه کننده باشن، حالا اگر مشکلی پیش اومد و اینا خودشون میکروفونشون رو باز کنن و بهمون بگن. آقای عزیزی شما هم اپراتور ارائه کننده باشید که آره شما هم ارائه کننده باشید که دیگه مشکلی نباشه انشالله. خب من میرم اون نرم افزار دوربین. خب دقت کنید عزیزان، قانون گاوس یک قانونی بود جلسه پیش گفتیم برای محاسبه میدان الکتریکی. اینو گفتیم دیگه، حالا چی کار باید بکنیم، چه جوری هستون، یه توضیح کلی بدیم. اگر ما بخوایم قانون گاوس رو بفهمیم باید با مفهوم شار آشنا بشیم. شار الکتریکی رو قبلا خوندید چی هست که با فی ای نمایش میدیم. شار الکتریکی تعداد خطوط میدان الکتریکی که از یک سطح بسته در حال عبور کردن است. ببینید این سطح بسته رو بعد باش کار داریم. فرض کنید یه سطح بسته دارید، تعداد خط میدان الکتریکی دارن از این سطح بسته عبور میکنن. این سطح بسته یادتون باشه سطوح بسته میتونن چی کار کنن؟ یه حجم رو در بر بگیرند. اینا سطوح بسته. حالا هر سطح بسته ای یه برداری داره عمود بر این سطح. مثلا این برداره عمود بر این سطح با دی اس نمایش داده میشه، دی آ هم یا دی ای هم نمایش داده میشه. بردار عمود بر سطح خیلی به دردمون میخوره. چرا؟ چون بعد که میخوام قانون گاوس رو بگیم که دقیقا چی هست، حتی گفتیم جلسه پیشا، این بردار عمود بر سطح با در حقیقت میدانی که حالا مؤلفه عمودیش رو میایم در نظر میگیریم، اینا باید خیلی در حقیقت برای ما کار کنن. خب اندازه بردار عمود بر سطح، اندازه این دی اس دقیقا برابر مساحت اون سطح بسته است. اینم بدونید بد نیست چون تو مسائل ما باید ازش استفاده بکنیم. اندازه این بردار دی اس. خب تا اینجا که سواله. ببینید شار الکتریکی یه رابطه داره، فرمول داره. ما چجوری تعریفش میکنیم؟ میگیم انتگرال رو این سطح بسته اس ای دات دی اس. ببین ضرب چه ضربیه؟ ضرب داخلی هست. این شکل انتگرالی قانون گاوس هست. خب پس شکل انتگرالی قانون گاوس با تعریف شار در حقیقت اومدیم نوشتیمش. اما خود قانون گاوس چی میگه عزیزان؟ نگاه خوب دقت کن، چون قانون گاوس اگه متوجه بشی میتونی مسئله حل کنی، اگر متوجه نشدی مسئله به راحتی حل نمیشه.
قانون گاس میگه چی؟ میگه تو اگه میخوای بری شعار الکتریکی رو به دست بیاری، برو نگاه کن ببین تو اون سطح بستت چقدر بار داری، بار الکتریکی داری. ها؟ پس قانون گاس اینو میگه. من اینجا این بالا مینویسمش. میگه چی؟ میگه مقدار بار الکتریکی زندانی شده در یک سطح بسته را بر اپسیلون صفر تقسیم کن. چی به دست میاد؟ بخشید میگه مقدار بار الکتریکی زندانی شده توی سطح بسته. میگه سطح بسته، سطح بسته رو میبینی؟ ببین چقدر بار توش زندانی شده. همین مقدار بار زندانی شده که اسمش چیه؟ کیو انکلوزد، کیو زندانی شده، ENC، یا کیو این، کیو داخل هم بهش میگیم، کیو داخل سطح. میگه اینو بیا بر اپسیلون صفر تقسیم کن. اپسیلون صفر چی بود؟ ضریب گذردهی الکتریکیه خلع بود. میگه بیا این تقسیم رو انجام بده، چی به دست میاری؟ شعار الکتریکی را به دست آورده ای. یعنی در حقیقت این قانونه میگه چی؟ میگه شعار الکتریکی، میگه بیا همون کیو انکلوزد رو، بار زندانی شده تو این سطح بسته رو، بیا تقسیم بره اپسیلون صفر کن، چی به دست میاری؟ شعار الکتریکی. حالا شما میتونید نگاه دقت کنید، حواست جمع باشه، شما میتونی این دو سمت تساوی رو که سمت چپاشون فی هست، شعار هست، مساوی هم قرار بدید، دو تاش یکیه، و من انتگرال ای داد دی اس میشه کیو انکلوز به اپسیلون صفر، انتگرال ای داد دی اس میشه کیو انکلوز بخش بر اپسیلون صفر و سلام نامه تمام. این شکل انتگرالی قانون گاس با این فرقی نداره. ما با این میایم مسئله رو حل میکنیم. حالا به عنوان نکته من جلسه پیش بهتون گفتم اگر بیای از قضیه دیورژانس استفاده بکنی، ها، انتگرال ای دات دی اس میشد دیورژانس ای دی وی، یادتونه قضیه دیورژانس، انتگرال ای دات دی اس میشه دیورژانس ای دی وی. اون برم که به جای کیو چون دی وی دارید، نگاه هر سطح بسته ای، نگاه دقت کن، هر سطح بسته ای میتونه یه حجمی رو احاطه کنه. این سطح بسته داخلش میبینی حجمه، ها، هر سطح بسته میتونه یه حجمی رو احاطه بکنه، بنابراین اون کیوه میشه انتگرال رو دی وی. پیوسته هست دیگه، پیوسته چی هست؟ سه بعدی هست، پیوسته حجمی هست. خب کیو میشه چی؟ میشه انتگرال رو دی وی، بنابراین یه انتگرال رو دی وی اینجا داریم به اپسیلون صفر، یه دی وی هم اینجا داریم، ای دات دی اس هم میشه دیورژانس ای دی وی، بنابراین میاریمشون یه طرف. جلسه پیش بهتون گفتم، یادتون دادم چجور بنویسیش، دیورژانس ای دی وی میشه انتگرال چه میدونم رو دی وی بخش بر اپسیلون صفر، از دی وی ها فاکتور میگیری، نتیجه این رو میتونی با استفاده از قضیه دیورژانس به این شکل بنویسی، دیورژانس ای مساوی است با رو بخش بر اپسیلون صفر. به همین سادگی دقت میکنیم، دیورژانس ای میشه رو بخش بر اپسیلون صفر. این چیه؟ اینم قانون گاوسه، ولی شکل دیفرانسیلی قانون گاوس هست. یه چیزی رو هم باید حواست باشه، این رو باید ثابت باشه، باید ثابت باشه، یعنی چگالی باره باید چی باشه؟ یک نواخت باشه، یعنی تو تمام شکلت به صورت یک نواخت پخش شده باشه تا بتونی از این رابطه استفاده بکنی. میان معمولا از تابع دلتای دیراک هم بر حل مسائل استفاده میکنم، فعلا کاری اصلا به این رابطه نداریم، فقط برای اینکه ببینی کاربرد اون قضیه دیورژانس رو اینجا ببینی، ببینی که ما میتونیم رابطه‌مون عوض کنیم، شرط مسئله‌مون رو میتونیم عوض کنیم، میتونیم بهبود ببخشیم، بهینش بکنیم و مسئله‌های بهتری رو حل بکنیم.
اون از اون آنالیز برداری میتونیم استفاده بکنیم. خب حالا این رابطه، این رابطه اصلی ما اینه، میخوایم با این رابطه اصلیمون بریم مسئله حل بکنیم. منتها یه شرایطی داره حل مسئله. یک، اول اینکه شما باید بدونی قانون گاز یک قانون محدود هست. یعنی چی محدود؟ یعنی این که ما دلمون درد نمی‌کرده که بریم میدان الکتریکی رو به صورت مستقیم تو فصلهای قبل به دست بیاریم، چه میدونم اعصاب خودمون رو خرد کنیم، اینقدر مسئله سخت بشه. ها؟ میومدیم راحت از قانون گاوس استفاده میکردیم دیگه. پس مشکلمون چیه؟ مشکل این هست که ما به راحتی نمیتونیم همه جا از قانون گاوس استفاده کنیم. قانون گاوس محدودیت دارد. اینو تو ذهنت باشه. محدودیتش چی هست؟ ببین، ما میگیم قانون گاوس برای محاسبه میدانه، اما محدودیتش چیه؟ برای توزیع بارهای متقارن فقط به کار میره. توزیع بار متقارن یعنی چی؟ یعنی اینکه بار شیر تو شیر پخش نشه، رو شکلی پخش بشه که تو بتونی مثلا متقارن فرض کنی، مثلا بیاد روی کره پخش بشه، کره تقارن داره، بیاد روی سطح پخش بشه تقارن داره، رو میله پخش بشه تقارن داره، رو پوسته کروی پخش بشه تقارن داره. درسته؟ بنابراین حواستو جمع کن. ما همه جا نمیتونیم از قانون گاوس استفاده بکنیم. مسئله بهت دادیم، اگه دیدی تقارن داره بریم قانون گاوس حل کن، اگر نه باید بری به صورت مستقیم از فصل قبل بریم مسئله رو حل بکنیم. خب این محدودیت رو گفتیم، میخوایم روش در حقیقت حل مسئله رو هم بهتون بگیم، یعنی کاربرد قانون گاوس رو الان میخوایم بهتون بگیم چجوری از این قانون گاوس استفاده بکنیم. خب من میام نرم‌افزار اسکایروم ببینم که عزیزان سوالی ندارید. اگه سوالی ندارید یه خیر بنویسید، اگه سوال دارید دست بلند کن سریع سوالتو جواب بدم. میخوایم شرایط حل مسئله رو بگیم و تند بریم سراغ حل مسئله. خب پس بریم سراغ حل مسئله. ظاهرن سوالی ندارید عزیزان، بریم سراغ حل مسئله. خب روش استفاده از قانون گاوس، اولین کاری که ما باید بکنیم بررسی شرایط تقارنی مسئلهمون است. یعنی اینکه آیا مسئله شرایطی رو داره که بارت متقارن پخش شده باشه یا نه. اگر دیدی مسئله شرایط تقارن بار رو داره میری از قانون گاوس استفاده میکنی، اگر دیدی مسئله شرایط تقارن بار رو برای تو در حقیقت چه میدونم ساپورت نمیکنه، ها نمیبینی شرایط توزیع بار به صورت متقارن تو مسئله، اینو نمیتونی ببینی. اگر نتونستی ببینی این مسئله رو، بنابراین از قانون گاوس نمیتونی استفاده بکنی. این اولین موضوعی که باید یادت باشه. دو، انتخاب یک سطح گاوسی مناسب. ببین همینی که کلمه انتخابو میشنوی یعنی مال توه، یعنی کار تو هست. درسته؟ تو میخوای یه سطح گاوسی مناسب رو انتخاب کنی. همین کلمه انتخاب که میگم مال توه، یعنی این سطح گاوسی مناسب چیه؟ فرضی هست، تو انتخابش کردی دیگه. تو مسئله تو فرض کردی یک همچین چیزی داریم. درسته؟ خب سطح گاوسی پس اولین ویژگیش چیه؟ فرضیه. دومین ویژگیش چیه؟ باید متقارن باشه. چرا؟ چون شرایط تقارن رو باید تو مسئله داشته باشه. میخوای تو برای اون حل کنی دیگه،
برای این میخوای بیای سطح گاوسی بگیری، این خودش متقارنه، بنابراین سطح تو هم باید متقارن باشه. ببین میخوای بازی کنی برای حل مسئله، میخوای فکر کنی، یه شکلی انتخاب کنی، بعد بگی بابا این با این شکل حلش میکنم میره دیگه. ها نخوای بری مثلا از فصل قبل به صورت مستقیم انتگرال ای چه میدونم ای مساوی انتگرال کاد یکیو به آر دو، بعد یکیو رو بیای بس بدی به انگلیسی از این حرف. خب یه سطح گاوسی مناسب است، فرضی هست، متقارن هست، بسته هم هست. سطح باید بسته باشه دیگه. چرا؟ چون قانون گاوس برای یک سطح بسته هست. قانون گاوس برای سطح بسته هست. مشخصات سطح بسته چیه؟ یک حجم را احاطه می کند، پوشش می دهد. ببین من میخوام یک سطح بسته بگیرم. کلمه سطح رو میشنوی حجم نیاد تو ذهنت، این سطح. همینجا قبل از اینکه شکل رو بخوایم در موردش صحبت کنیم، ببین عزیزم میخوام بهت بگم فرق بین پوسته با گوشته چیه. خوب دقت کن، فرض کن یه توپ فوتبال داری. ها تو فوتبال همه دیدید دیگه، تو فوتبال چیه؟ یه کره هستی، قبوله؟ عزیزان توپ فوتبال کره هست. ها؟ توش پره یا خالیه؟ توش خالیه، درسته؟ این توپ فوتبال کره، توش خالی. یه ساچمه در نظر بگید، ساچمه که دیگه دیدید همه دیگه، ساچمه شکلش چیه؟ اونم کره هست، این توپ فوتبال. ساچمه هم چیه؟ کره هست. ساچمه تو خالی یا تو پره؟ ساچمه تو پره. ها؟ خب بنابراین ما یک کره تو خالی داریم به اسم توپ فوتبال، یک کره تو پر داریم به اسم ساچمه. ببین توپ فوتبال کره تو خالی، ساچمه کره تو پر، دوتاش کره هست. اما توپ فوتبال چیه؟ توپ فوتبال یک سطح مساحته، ها؟ حجمی نداره. توپ فوتبال سطحه. این چیه؟ این ساچمه چیه؟ ساچمه حجم داره. ممکنه سوال کن بابا توپ فوتبال کره هست، کره حجم داره. بله، این توپ فوتباله این حجم رو احاطه کرده، یه مساحت بوده. هر موقع خواستی بفهمی این منظور من چی هست، دوتاشو از وسط نصف کن. توپ فوتباله رو نصف کن چی میشه؟ هیچ، میشه یه ورقی، مثلا یه پارچه‌ای، مثلا مثل یه چیز پارچه‌ای میشه، یه سطحی میشه دیگه. بازش میکنی میشه یه سطح. حجم داره؟ نه، ولی اون ساچمه رو از وسط نصف کن، دو کپه میشه. ها اون کپه اول و دوم وقتی بهش نگاه میکنی اونا هم حجم توشونه، یعنی توپره، درسته؟ بنابراین ما به توپ فوتبال نمیگیم یک جسمی که حجم داره، میگیم یک سطحی، یک سطحی که یک حجمی رو احاطه کرده، یک سطحی که یک حجم رو احاطه کرده. سطح اگر بخواد حجم رو احاطه کنه باید بسته باشه، دوور سطح باید بیاریمش به هم دیگه، ببندیمش که داخلش بگیم یه حجم احاطه شده، اما اون حجم تو خالیه دیگه، چیزی توش نیست. برای همین میتونیم به این بگیم یک سطحه، اون کره، اون توپ فوتبالی یه سطحه. ولی گوشته یا همون ساچمه، ساچمه رو نمیگیم سطح، میگیم ساچمه یه حجمه، توپره دیگه، توپر هست. خب ما باید یک سطح گاوسی مناسب انتخاب بکنیم. سطح گاوسی چیه؟ فرضیه. یک، نگاه خوب دقت کنم، وقتی میگیم فرضی یعنی ما داریم انتخابش میکنیم، تو خود مسئله وجود نداره. متقارن هست. دو، بسته هست. سه، تو سطح متقارن ها
از یک سری در حقیقت شکلایی میتونیم استفاده بکنیم. مثلا کره تو خالی ها نگاه سطح ها کره دیگه چی؟ مکعب اینا همه تو خالی ما دقت میکنی دیگه چی؟ استوانه اینا همه تو خالی اینا سطح هنا خوب دقت کردی؟ اینا سطوحی هستن که میتونن حجم رو احاطه بکنن دیگه اینا میدونی دیگه اطلاعاتشو بلدی مثلا حجم کره چیه؟ 4/3 پی آر 3 هست حجم مکعب مثلا آسه یه زل بتم حجم استوانه مثلا میشه چی؟ 2 پی آر ال مساحت جانبی کره میشه 4 پی آر 2 مساحت هر زل هر وجه این میشه A2 مساحت سطح جانبی استوانه دو تا مساحت می‌نویسیم یه 2 پی آر ال یه مساحت قاعده داریم که میشه PR2 دایره است دیگه اینا رو میدونیم اینا چیزایی هست که از قبل باید بلد باشیم خب اینم هست نکته بعد برای اون سطح گاسیه که باید انتخاب کنیم ببین عزیزم این سطح گاسیه علاوه بر این که اینا رو باید داشته باشه باید بر مؤلفه عمودی مؤلفه که میدان داره میدان الکتریکی میخواد به دست بیاره دیگه ببین میدان الکتریکی دو تا مؤلفه داره میدان الکتریکی این یه مؤلفه رو میگی مؤلفه عمودی یه مؤلفه رو میگی مؤلفه مماسی یه EN داریم یه ET داریم خوب دقت کنید تو عزیزان یه EN یه ET داریم ببینید اون سطح گاسی که انتخاب میکنی باید یه جوری باشه که اگر ضرب در اون میدان رو ضرب در بردار عمود بر سطح کرد DS چی بود؟ بردار عمود بر سطح به سمت خارج سطح اگر اومدی میدان رو ضرب در بردار عمود بر سطح کرد میدان دو تا مؤلفه داره دیگه میدان بردار یادتونه که جلسات اول آنالیز برداری گفت فرض کن میدان اینجوریه خب این که اینجوریه یه مؤلفه اینوری داره یه مؤلفه اینوری داره قبوله مثلا این شکل این میدانته تجزیهش کن دیگه یه مؤلفه اینجوری یه مؤلفه اینجوری درسته؟ حالا اگر سطح تو شما یه جوری بگیری سطح گاسی رو مثلا این شکلی بگیری این سطح گاسی باشه مثلا این سطح توی این شکل اینجوری مثلا ببین؟ یه مؤلفه میدان این میدان کلته یه مؤلفه مماسه بر این سطح میشه ایه تی یه مؤلفه عموده بر این سطح میشه ایه ان آه این ایه انی که عموده بر بردار دیه است کجاست عمود بر سطح به سمت بیرون اینم بردار دیه اس ببین یه جوری باید سطح رو بگیری که مؤلفه عمودی میدان بر خود سطحت عمود بشه چرا؟ چون اگر بر سطح عمود بشه با این دی اس موازی میشه بنجا ضرب داخلی دیگه ای دات دی اس میشه ای دی اس کوسینوس 0 درجه ضرب داخلی دیگه بردار اول در بردار دوم در کوسینوس زاویه بینشون ای دی اس در کوسینوس 0 کوسینوس 0 هم میشه 1 بنابراین این به تو میده ای ان دی اس این چی ایه تی؟ ایه تی مماس بر سطحه بنابراین ایه تی دیه اس ضرب در کوسینوس زاویه بین ایه تی و دیه اس زاویه بینشون 90 کوسینوس 90 میشه 0 بنابراین ایه تی و دیه اس اینجا باید 0 بشه یعنی چی؟ یعنی بود یه سطح بسته ای شما انتخاب میکردی باید یه جوری انتخاب کنی که اون مؤلفه عمودی میدان بر خود سطحت عمود بشه که چی؟ چمونه میخواییم این کارو بکنیم؟ برای اینکه اینجا بهت ثابت بده ها؟
ENDS ثابت بشه و ETDS بشه صفر. یعنی بابا ما یه مؤلفه میدان رو بریم اونجا حساب کنیم. همه حرف ما اینه. یعنی یه کاری کن که میدان فقط مؤلفه عمودیش برای تو مهم بشه. دیگه من نمیدونستم با چه زبونی بگم، فقط مؤلفه عمودی میدان برای تو مهم بشه. اگر تونستی سطح تو اینجوری انتخاب بکنی، حالا ممکنه بگی واو چه چیز سختی، نمیدونم ما همه این شرایط با عزیز من، شما شکلای مختلف رو ببینی مثلا حل باید تمرین کنی شکلا رو ببینی. مثلا یه میله دیدی سری فکر داره تو استوانه، که اون استوانه هست که داره این میله رو پوشش میده. یه بار خالی دیدی برو تو کره، یه کره دیدی برو یه کره بزرگتر ببین. دقت میکنی؟ اینا رو حواستون جمع باشه، تو مسئله میتونیم بررسیش بکنیم. اینم از این. خب وقتی میخوای بری مسئله حل کن، این دو بود، سه رو من بنویسم اینجا. سه میری قانون گاس رو مینویسی، نوشتن شکل انتگرالی قانون گاس و محاسبه میدان. چجوری میدان رو حساب بکنی؟ نگاه کن، میدان یا ای از انتگرال بیرون میاد. چرا؟ ببین ثابت شده این از انتگرال بیرون میاد. چی میمونه اون ور تساوید؟ یک کیو انکلوزد میمونه. یه دونه دیگه چی میمونه؟ یه دونه باید رو مساحت کار کنی، حالا رو هرچی، رو دی اس کار کنی. ببین کیو انکلوزد دو تا حالت، الف با توجه به توزیع بار که نقطه‌ایه یا پیوسته است، یعنی گسسته. تو پیوسته ها هم چیا بود؟ خطی، سطحی، حجمی. با توجه به توزیع بار باید بیا اینو بنویسی، کیو رو، کیو انکلوز. کیو انکلوز، کیو زندانی شده در کجا هست؟ در همینی که ما داشتیم در موردش حرف زدیم، در سطح گاوسی، همون سطح فرضی بسته متقارن. کیو انکلوز بار زندانی شده کجا؟ اونی که تو داری فرض میکنی کجا زندانی شده؟ تو اون سطحی که تو داری فرض میکنی. باید ببینی اونجا چقدر بار زندانی شده. رو لاندا سیگما، رو حواستو جمع کن، حواستو جمع کن اینا چی هستن. یه موقع مسئله بر حسب کیو مینویسی حالشو میبری تموم میشه، یه موقع مسئله رو باید بر حسب لاندا یا سیگما یا رو بنویسی. بلدی این کارو بکنی؟ جلسات پیش بهت گفتیم، تو میدان بهت گفتیم اگر خطی باشه کیو میشه لاندا ال، به جای کیو میتونی بنویسی لاندا ال. اگه توزیع پیوسته سطحی باشه به جای کیو میتونی بنویسی سیگما در اس. یادته که اگر توزیع بار کیو انکلوزت، کیو زندانی شده، توزیع بارت پیوسته حجمی باشه به جای کیو انکلوز میتونی بنویسی رو وی. زرنگ باشی بنویسی انتگرال رو دی وی، انتگرال لاندا دی ال، انتگرال سیگما دی اس. بتونی قشنگ مسئله رو حل کنی. ها این از این. دی اس رو هم میخوای بنویسی. دی اس کیو انکلوز بار زندانی شده بود دیگه، درسته؟ در کجا؟ در سطح گاوس. دی اس چیه؟ بردار عمود بر سطح. به چه سطحی این دی اس باید عمود باشه؟ به سطح گاوسی. ببین انگار که من میخوام یه مسئله حل بکنم، همه‌شو دارم با سطح گاوسی حل میکنم، درسته؟ همه رو دارم با سطح گاوسی حل میکنم. بنابراین آقای دانشجوی عزیز، آقای مهندس آینده، دقت کن، حواستو جمع کن. وقتی میخوای مسئله رو حل کنی انتخابت صحیح باشه، اون سطح رو صحیح انتخاب کن. چرا؟ چون
همه کار تو الان با اون سطح باید انجام بشه، همه کارت با اون سطح باید انجام بشه. با توجه به قانون گاوس، نکته مهم، نکته بسیار مهم که میتونه خیلی تو رو راحتت کنه. بچه قانون گاوس چی بود؟ انتگرال ای دات دی اس میشد کیو انکلوز به اپسیلون صفر. قبوله؟ این کیو انکلوز بار زندانی شده کجا بود؟ تو سطح گاوسی بود. هر جا بار داشتی میدان داری. خوب دقت کن. این داره چی بهت میگه؟ میگه من ای رو میدان، این دی اس که همیشه هست دیگه، تو سطح رو بگیری خب همه سطح ها مساحت دارن یا بردار عمود بر سطح دارن، این که هیچ وقت صفر نمیشه. میگه من میدان رو منوط میکنم به این کیوه، اپسیلون صفر هم یه عدده، 8.85 صدم ضرب در 10 به تمام منفی 12. این عدده است اپسیلون صفر، واحدش هم نیوتن متر مربع به کولون به توان دو. این عدده، این که عدده، انتگرال دی اس هم که همیشه هستش. کی میتونه میدان رو صفر کنه؟ همونی که بهش وابسته هست. میدان به کی وابسته هست؟ به بار زندانی شده. کجا؟ تو اون سطحی که تو گرفتی. هر جا دیدی بار زندانی شده صفر بود میدان نداری. یعنی چی؟ یعنی در جایی که بار نباشد، این بار چیه؟ همون کیو انکلوزه، اینه ها. در جایی که بار نباشد میدان چیه؟ صفر است. یعنی میگیم اگر کیو انکلوز بشه صفر، نتیجه میدان هم میشه چی؟ میشه صفر. اینو کجا میتونی نتیجه بگیری؟ توی رسانه‌ها. رسانه‌ها چیا بودن؟ انتقال الکترونشون خیلی ساده بود دیگه، درسته؟ اینا تو دریایی از الکترون‌های آزاد غوطه‌ور بودن، مثل فلزات. فلزات رسانه‌ها هستن دیگه. یادتونه اینا دیگه تو فیزیک الکتریست و مغناطیس چی میگفتیم؟ میگفتیم توی یک رسانه، در رسانه بارهای الکتریکی به سمت خارجی ترین سطح رسانه فرار می کنند، در نتیجه داخل رسانه خالی از بار می شود. یعنی چی؟ من یه رسانه دارم اینجا، یه گوی فلزی دارم، یه گوی فلزی، بار ریختم داخلش، رسانه است دیگه. این بارا از هم دور میشن، دافعه شون باعث میشه از هم دور بشن و چون رسانه هست میتونن حرکت کنن، این بارا حرکت میکنن، میرن تو خارجی ترین لایه رسانه قرار میگیرن، میان اینجا قرار میگیرن. بنابراین این داخل بار نداریم، یعنی کیومون صفر. این داخل اونی که زرنگ بود دیگه گرفتن چی گفتم؟ داخل رسانه کیو صفره. اگر داخل رسانه کیو صفر باشد، پس میدان داخل رسانه صفر است. این سوال کنکور بوده، کنکور چه میدونم 12 ورود به دانشگاه، کنکور فوق دیپلم، کنکور لیسانس. عزیز من، لیسانس به فوق لیسانس، کنکور ارشد، همه جا این بوده. میدان داخل یک رسانه، نتیجه اینجا، میدان داخل یک رسانه همیشه بگو صفر است. چرا؟ با تجربه قانون گاوس میگیم اگر هر جایی بار نداشتی میدانم نداری و سلام. وقتی میبینی داخل رسانه بار نداری، یعنی داخل رسانه چیزی به نام میدان وجود ندارد، تموم شد رفت. اینو باید بدونی. اینم یه نکته خیلی خیلی مهم که دونستنش بسیار مهم بود. خب عزیزان، من میرم روی نرم افزار اسکایروم. خب عزیزان سوالی ندارن؟ اگه سوالی ندارید یه خیر بنویسید. آقای ریسکاری گفته صدا چیه؟ مشکل داره آقای ریسکاری؟ صدا مشکل داره برای شما؟
ریزکاری کجا هستن؟ من میکروفونشون رو باز کنم. این اصلا نمیبینمشون. خب این ها اینجا هست. آقای زیرکاری آقای زیرکاری میکروفونت باز هست، اگر صحبتی داری بگو. سلام استاد، سلام، زنده باش. مشکل صدا داری؟ نه ولی نت از طرف جان؟ آره الان صدا دارم، ولی نت اینجا زد مقدار صدا قطع واسه شد، فکر کردم که آه خب خیلی هم، خیلی هم، متشکرم. خب عزیزان یه دو سه دقیقه، پنج دقیقه استراحت میکنیم، الان دیگه میخوایم بریم برای حل مسئله و میخوایم سوال حل بکنیم. ما یه سه چهار دقیقه، پنج دقیقه، سه چهار دقیقه، حالا چنده؟ ساعت 10:50 است. 10:55 ادامه کلاسمون. خب بریم برای حل مسئله. من دیگه میرم رو نرم افزار دوربین، عزیزان دیگه آماده باشید. مثال یک، مثال یک، محاسبه میدان، میدان الکتریکی در اطراف یک بار نقطه ای کیو. یه بار نقطه ای کیو داریم اینجا، میخوایم میدان الکتریکی رو اطراف این بار حساب کنیم. ببینید ما باید یک سطح گاوسی انتخاب کنیم با استفاده از قانون گاوس. ببندیمش. خب الان توضیح بارمون گسسته است دیگه، یه سطح گاوسی هم میخوایم انتخاب کنیم. خب چیکار کنیم؟ دقت کنیم، وقتی میگه در اطراف یه بار نقطه، یعنی در فاصله مثلا آر از بار، مثلا اینجا میگه بیا توی این نقطه که فاصلش آر هست به فاصله آن نقطه پی، میگه میدان تو نقطه پی میشه چی؟ اینو میخواد ازت. خب چی کار میکنی؟ میگه من میخوام یه سطح بسته فرضی مناسب متقارن انتخاب کنم. چه سطحی رو باید بررسی بکنی و انتخاب بکنی که شرایط مسئلت رو پوشش بده؟ سطحت باید چی باشه؟ خوب دقت کن. ببین یه بار الکتریکی تو دستت بگیر تو فضا، این نگه دار. بعد بگو من اگر فاصله مثلا تا اینجا، مثلا فرض کن فاصلم هم افتاد تا اینجا، مثلا این باره تو دستمه، اینجا هم این فاصله است، تا اینجا این نقطه میخوام برم من میدان رو به دست بیارم. خب این نقطه مثلا فاصلهش تا بار من 20 سانتی متره، یعنی باید من بتونم یک سطحی رو پوشش بدم، یک سطحی رو انتخاب کنم که بتونه تمام نقاط فضا که فاصلش از این بار 20 سانتی متر پوشش بده. ها این نقطه 20 سانتی متر فاصلش، بیا بالاتر، این نقطه 20 سانتی متر، این 20 سانتی متر، اینجا 20 سانتی متر، اینجا 20 سانتی متر، اینجا 20 20 20 20. می‌بینی با چی کار کنیم؟ متوجه میشی با چی کار کنیم؟ انگار که باید یک کره تو فضا در نظر بگیریم. ها یک کره تو فضا در نظر بگیریم که این کره فاصلش، یعنی شعاعش، ببخشید شعاع کره آر باشه، آر شعاع کره فرضی ما باشه، یعنی سطح گاوسی ما که یک سطح فرضی بسته متقارن هست باید به شکل یک پوسته کروی باشه، یعنی یک کره تو خالی باید باشه، سطح باید باشه دیگه، سطح به شکل پوسته است. خب بیا این سطح گاوسیمون مشخص شد. حالا با این سطح گاوسی ما چه تفسیری داریم از میدان؟ ببین من میگم به جایی که این مسئله به من گفته برو میدان رو تو فاصله آر از یک بار نقطه‌ای به دست بیار، من میگم به جای این کلم، به جای این عبارته چیکار میکنم؟ میگم من میدان رو میرم روی یک کره، رو سطح یک کره ها که شعاعش آر هست و بارم رو گذاشتم تو مرکز کره،
میرم میدان رو سطح اون کره به دست میارم، میشه همین مسئله دیگه. یعنی شما هر جا رو سطح کره وایسی، فاصله تا بار میشه چقدر؟ میشه آر. بنابراین یه سطح خوب انتخاب کردی دیگه. پس تمام نقاط فضا که فاصله شون تا کیو برابر آر هست رو این سطح ما داره پوشش میده. حل دیگه مسئله. چی کار میکنیم؟ مینویسیم انتگرال ای دات دی اس برای این سطح داریم مینویسیم، میشه کیو انکلوز به اپسیلون. توی این نقطه، تو هر نقطه‌ای میخوای در نظر بگیر، میدان اگر این بار مثبت باشه، میدان از بار مثبت خارج، دی اس هم چیه؟ عمود بر سطحمون، بر کدوم سطح؟ بر این سطح گاسی. عمود بر سطح به سمت خارج سطح. میدانم که توی این نقطه میاد، این نقطه خودش مثبت بود، یادتونه پیچی بود، یه بار آزمون میذاشتیم توش میگفتیم مثبت. ببینم که مثبت به یه حالت دافعه‌ای داره. ببین الان این مؤلفه ای که داری مؤلفه عمودی میدان هست دیگه، درسته؟ درسته یا نه؟ که در حقیقت زاویهش با این دی اس میشه صفر. خب بریم بنویس. ای که تو انتگرال میاد بیرون، ای دی اس کوسینوس صفر میشه، درسته؟ من اینو بنویسم. نتیجه ای در انتگرال دی اس این چی میشد؟ میشه ای دی اس کوسینوس صفر. کوسینوس صفر هم یکه. خب ای از انتگرال میاد بیرون، یه دی اس میمونه مساوی است با کیو انکلوز بخش بر اپسیلون صفر. قبوله؟ نتیجه کره گرفتیم، دی اس از کجا؟ بگو از کجا باید بنویسیم؟ از مختصات کروی. دی اس هم تو راستای شعاعه. پس این ای تو راستای شعار، این ای آره، اینم دی اس آره، درسته؟ دی اس آر عزیزان توی مختصات کروی دی اس میشد چی؟ میشد آر دو سینوس تتا دی تتا دی فی، درسته؟ این دی اس میشد، این میشد آر دو سینوس تتا دی تتا دی فی تو راستای آره دیگه، درسته؟ برابر این میشه ای در انتگرال آر دو سینوس تتا دی تتا دی افی که میشه کیو انکلوز به اپسیلون صفر اونور. یادت باشه این آر دو که میتونه از تو انتگرال بیاد بیرون چون ثابته دیگه، برسه آر نیست. نتیجه ای آر دو انتگرال سینوس تتا دی تتا، تتا از چی تا چی بود؟ از صفر تا پی بود دیگه یادتونه. انتگرال دی فی، فی از چند تا چنده؟ از صفر تا دو پی هست. این مساوی میشه با کیو انکلوز به اپسیلون صفر. انتگرال سینوس تتا میشه منفی کوسینوس تتا از صفر تا پی. انتگرال دی فی هم که میشه خود فی از صفر تا دو پی. بنابراین من ادامهش رو بالا می‌نویسم. نتیجه ای آر دو یه منفی کوسینوس تتا داریم از چند تا چند؟ از صفر تا پی. یه فی هم داریم از صفر تا دو پی، مساوی شده با کیو انکلوز به اپسیلون صفر. ببین داریم انتگرال حل میکنیم، چیز خاصی نیست. خب نتیجه ای آر دو نگاه دقت کن میشه منفی، منفی رو هم بیار بیرون اصلا راحتش کن، منفی کوسینوس پی منهای کوسینوس صفر، اونم که میشه دو پی منهای صفر مساویش با کیو انکلوز به اپسیلون صفر. کوسینوس پی خودش منفی یکه، کوسینوس صفر هم یکه، منفی یک منهای یک میشه منفی دو، توی منفی ضرب میشه میشه دو. ای آر دو این که شد دو مثبت، این هم که دو پی، درسته؟ مساوی شده با کیو انکلوز به اپسیلون صفر.
نتیجه این 4 پی آر 2 ای ضرب در 4 پی آر 2 میشه کیو انکلوز بخش بر اپسیلون 0. نتیجه میدان میشه کیو بخش بر 4 پی اپسیلون 0 آر 2. تموم شد. حالا نگاه دقت کن، یه چیزی رو نگفتم بهت. این کیو انکلوز رو هم باید به دست بیار. نوشتم تو شرایط حل مسئله. کیو انکلوز عزیزان چی هست؟ بار زندانی شده. گفتیم بار زندانی شده کجا؟ در سطح گاوسی. سطح گاوسی مگه این مشکی نبود؟ نه، این کره نبود. چقدر بار توی این کره زندانی شده؟ نگاه، این باره تو کره هست دیگه. پس این کیو انکلوزدت همون کیوی هست که مسئله بهت داده. تموم شد. پس این میشه کیو بخش بر 4 پی اپسیلون 0 آر 2. اگر این کیوه به صورت پیوسته بود، الان گسسته هست نقطه ای، اگه به صورت پیوسته بود میتونستیم بر حسب لاندا ال، لاندا ال رو هم باید بنویسیم، انتگرال لاندا دی ال یا انتگرال سیگما دی ال یا انتگرال رو دی وی مینوشتیم، مثلا حل میکردیم. تو مثال بعدی این رو خواهیم داشت، اینو میبینید. خب تا اینجا سوالی ندارید؟ این برای یه دونه تک بار بود، به دست آوردن یا محاسبه میدان برای تک بار الکتریکی بود. عزیزان سوالی ندارید تا اینجا؟ اگه سوالی ندارید یه خیر بنویسید. تا وقتی مثال هامون تموم بشه عزیزم کلاس هست، تا وقتی مثال هامون تموم بشه کلاس هست. چشم های عزیزی اطاعت میکنیم، تو امتحان از همین ها میدیم خدمت. دیگه چیز دیگه نمیخوای عزیزی؟ قلیونی، چایی، چیزی؟ خب بریم سراغ ادامه کار. میخوام یه مثال دیگه بزنیم. البته اونایی که زرنگ هستن سریع از این حل مسئله ها اسکرین شات میگیرن که بعد بتونن از روش بخونن، حتی اگه نخوان بنویسنم که من باز پیشنهاد میدم بنویسید، حتما اسکرین شات میگیرن و خلاصه میرن جلو. خب بریم جلو. نگاه، یه چیز یادت باشه ها، این انتگرال دی اس بود به دست آوردیم ما. انتگرال دی اس تهش همیشه این میشه برای کره. برای کره انتگرال دی اس میشه 4 پی آر 2. اینو تو ذهنت باشه. اگر مسئله دیدی کره داشتی، انتگرال دی اس رو باید حل کنی، ولی بدون تهش میشه 4 پی آر 2. خب، میخوایم بریم سراغ مثال شماره 2. خب مثال 2 بخونیم. محاسبه میدان. خب میگه چی مثال 2؟ میگه بار الکتریکیه کیو با چگالی حجمی یک نواخت رو صفر درون یک کره نارسانای توزیع شده است. نگاه، به طور یک نواخت توزیع شده. میدان الکتریکی را خارج و داخل کره به دست آورید. شعاع کره آ می باشه. خب بریم برای حل مسئله. ببین عزیزم، یه کره ای داری، این کره، فرض کن این کره هست، شعاعش هم آ هست. ببین من شکل دایره کشیدم که قیافش ساده تر بشه. بار کیو تو خود کره به صورت یک نواخت توزیع شد. از من میرم اون نرم افزار دوربین بهتر ضبط بشه. بار الکتریکی کیو اینجا توی کره به صورت یک نواخت توزیع شده.
اگر میخوای این کیو رو با اون کیو گسسته قبلی اشتباه نگیری، اینو به صورت بزرگ بنویسیم، کیو بزرگ، هیچ فرقی نداره، اسم دیگه حالا قیافش. خب به طور یک نواخ اینجا توضیح شده، کرمونم نارسانا هست. چرا این کلمه اینقدر مهمه برای ما، رسانا یا نارسانا بودن؟ چون اگر کره رسانا باشه، این بار دیگه این داخل نمیمونه، حرکت میکنه میره این دور تا دور قرار میگیره و داخلش دیگه بار صفر میشه، میدانم میشه صفر. یعنی اینجا که میگه میدان داخل کره به دست بیار، اگر کرت رسانا بود داخل کره اصلا میدان نداریم، چون بار فرار میکنه میره بیرون کره. حالا این گفته نارسانا هست که به تو بفهمونه، حالیت کنه که بابا این باره اینجا میمونه، این باره جا به جا نمیشه. شعاع کره هم چقدره؟ آه هست. اینی هم که بهت میگه یک نواخت توضیح شده، یعنی همه جاش یه جور بار توضیح شده. مثلا اینجا بیشتر بار نداری، اینجا کمتر داشته باشی، همه جاش به یک نسبت بار الکتریکی توضیح شده. حالا گفته باره چیکار کن؟ میدان رو داخل و خارج کره. اول بریم خارج کره. وقتی به تو میگه خارج کره برو مسئله حل کن، مثلا قسمت علی، یعنی یک جاهایی، ناحیه هایی، آرهایی که از شعاع کره بزرگتره، یعنی مثلا اینجا بیا حل کن، مثلا این بیرونه بیا حل کن. ها؟ خب میخوای با قانون گاوس بری مسئله رو حل بکنی، چی کار میکنی؟ میگی من یک سطح بسته فرضی متقارن مناسب انتخاب میکنم که بتونه این شرایط مسئله‌مو پوشش بده، یعنی بتونیم تو این نقطه‌ای که بیرون آ هست، این نقطه رو تو کل فضا بر ما داشته باشه. مثل سوال قبل، مثلا میتونی کره بگیری. ها، من یک کره ای به شعاع آر میگیرم اینجا، این کره هست عزیزان، این نقطه رو میخوایم به دست بیاریم، مثلا میدان توش یک کره به شعاع آر اینجا میگیریم، پس این سطح گاوسی ما هست. مثلا فرض کن اگر این کره اصلیت، اینی که واقعیه، این واقعیه، این واقعیه، مثلا ساچمه باشه، ها، این مثلا این کره بزرگتره، یه توپ بسکتباله، توپ باید باشه، یه تو خالی باید باشه. عزیزان ما سطح گاوسی داریم، ما تو خالی، این سطح گاوسیه، مثلا یک توپ بسکتبال فرضی هست. ما مسئله رو باید داریم برای توپ بسکتبال فرضی حل بکنیم. می نویسیم انتگرال ای دات دی اس میشه کیو انکلوز، بگو بخش بر اپسیلون سر، انتگرال ای دات دی اس، چون این کره هست، این توپ بسکتبال کره هست، این حالت قبل میشه، دی اس میشه آر دو سینوس تتا دی تتا دی فی، انتگرال که بگیری از این انتگرال دوگانه میشه، بهت میده 4 پی آر دو، درسته؟ بنابراین ما یه 4 پی آر دو اینجا داریم قطعا، درسته یا نه؟ این که مشکلی نداریم. پس نتیجه ای در انتگرال دی اس که میشه کیو انکلوز به اپسیلون صفر، این دی اس، انتگرال دی اس حسابش کردیم از مثال قبل حساب. اگر عزیزان این اومد تو مسئله باید حسابش کنی، یعنی تو مسئله که تو نمیتونی بگی تو امتحان از مثال قبل حلش کردم، اینو باید بنویسیش. یه 4 پی آر 2 داری اینجا، اینو مینویسیش. یادت هم باشه انتگرال دی اس یعنی عمود بر این سطحه، آقا دی اسد اینجا هست، عمود بر سطح گاوسیه، برابر تو اون انتگرالی که میخوای بگیری شعاع رو باید آر بگیری، مال سطح گاوسی هست. خب نتیجه ای ضرب در 4 پی آر 2 میشه کیو انکلوز به اپسیلون سی. این تا اینجا ما دنبال چی هستیم؟ سرنخ رو گم نکنی، دنبال میدان هستیم. یه کیو انکلوز باید حساب کنیم. کیو انکلوز چی هست؟ کیو انکلوز یادتونه گفتیم بار زندانی شده داخل سطح گاوسی،
عزیزم چقدر بار تو این سطح گاوسی زن تو این تو بسکتباله؟ همونایی که تو ساچمه هست، چون ساچمه داخل تو بسکتباله دیگه، هر چی تو ساچمه هست توی توپ بسکتبال هم هست. بنابراین باری که توی ساچمه هست همون باریه که تو توپ بسکتباله. بنابراین کیو انکلوزد یا بار زندانی شده توی توپ بسکتبال همون مقدار باری هست که توی این ساچمه هست. خب الان بارمون به طور یک نواخت حجمی توضیح شده، بنابراین کیو انکلوزد میشه انتگرال رو دی وی، توضیح حجمی پیوسته هم هست. ببین من دارم اون ور تصاویر رو میخوام بنویسم که میدان رو بتونم به دست بیارم. خب رو چیه؟ رو همون رو صفر یک نواخت از تو انتگرال میتونی بیاریش بیرون، پس میشه رو صفر انتگرال دی وی. عزیزان انتگرال دی وی چون این توپ بسکتبال کره هست، چون این ساچمه کره هست، تو ساچمه باید بنویسیم. انتگرال دی ویمون به صورت چیه؟ کروی هست. یادتونه که انتگرال دی وی توی حالت کروی چی بود؟ میشد آر دو دی آر سینوس تتا دی تتا دی فی. یادتونه که ها توی کروی من اینجا مینویسم دی وی کروی، میشد آر دو آر دو سینوس تتا دی آر دی تتا دی فی. انتگرال سگانه هست دیگه. برای این میشه رو صفر انتگرال آر دو دی آر انتگرال سینوس تتا دی تتا انتگرال دی فی. یه انتگرال سگانه هست دیگه قاعدتا اینجا، درسته؟ تتا که از صفر تا پی، فی که از صفر تا دو پی. خوب دقت کنید، اصل موضوع اینه. اینا رو هم به صورت پیریم بنویسید که با این در حقیقت با آره اینجا اشتباه نگیر. خوب دقت کن، حواستو جمع کن. ببین میخوای بازه انتگرال گیری آر پیریم رو بنویسی، یعنی شعاع کره. کدوم کره؟ همونی که بار توشه. مگر کیو بار زندانی شده؟ مگه نمیشه کل بار داخل ساچمه؟ این کل بار داخل ساچمه تو توپ بسکتبال هست دیگه، قبوله؟ بنابراین شعاعمون، مقدار شعاعمون چقدره؟ از صفر تا آب، از صفر تا آب برای کل کره اصلیمون باید بنویسیم. این کیو یادت باشه بار زندانی شده تو سطح گاوسی هست، ولی در حقیقت بار زندانی شده توی همین ساچمه هست. بنابراین شعاعمون چون شعاع ساچمه هست میشه از صفر تا آ. این از صفر تا. خب این میشه چی؟ x2 دیه x چی میشه؟ میشه x3 سوم. بنابراین این میشه r پریم 3 سوم از صفر تا. این میشه چی؟ میشه منفی کوسینوس تتا از صفر تا پی. این میشه چی؟ خود فی از صفر تا دو. اینو که قبلا به دست آوردیم، یه چهار پی دیگه، درسته؟ اینو قبلا به دست آوردیم، یه چهار پی. اینم که میشه آسه صفر و منهای صفر. بنابراین کل این میشه چی؟ یه چهار پی ضرب در آسه سوم، پس میشه چهار سوم پی آسه. حله؟ نتیجه کیو انکلوزد میشه چی؟ میشه رو صفر در چهار سوم پی آسه. این از این. از طرفی میدان چی میشد؟ میدان ضرب در چهار پی آر دو میشد کیو انکلوزد به اپسیلون صفر، یعنی این به اپسیلون صفر رو صفر چهار سوم پی آسه بخش بر اپسیلون صفر. نتیجه یه چهار از طرف این خط میخوره، یه پی هم از طرف این باز خط میخوره، یه آر دو هست میره تو مخرج رو صفر آسه به آر دو. این میدان این میشه، میشه رو صفر آسه تقسیم بر اپسیلون صفر آر دو، به همین سادگی.
که میدونیم که میدان به صورت برداری هم تو جهت آره، یعنی این میشه رو صفر آ صفر به اپسیلون صفر آر دو در جهت آر حد، این هم به صورت برداری هست. این میدان خارج کره باردار ما، میدان بیرون کره باردار، رو صفر آ صفر، این سه هم داریم اینجا، یه سه هم داریم اشتباه نکنیم، یه سه هم اینجا داریم، چهار سه هم، این سه هم میاد پایین، چهار ها خط میخوره ولی سه که هستش. خب این میشه چی؟ میشه میدان خارج کره باردار. این قسمت الفش هست. میخوای اسکرین‌شاتی بگیری انجام بده، میخوایم بریم برای قسمت ب هم به دست بیاریم. خب سوال نداره در قسمت الف؟ اگه سوال داری دست بلند کن، اگر سوالی از قسمت الف داری دست بلند کن. آقای عزیزی هم درست متوجه شدن سه داخل مخرج هم وجود داره، خیلی هم عالی. خب خب میخواییم بریم سراغ قسمت ب. نوشتیم آقای؟ خب بریم سراغ قسمت ب. قسمت ب همین رو باید برای داخل کره بنویسیم. ببین نگاه دقت کن، من اینو میارم اینجا، اینا رو پاک میکنم چون بقیهش رو میخواییم به دردمون بخوریم، میخواییم استفاده کنیم. میخواییم بریم کجا؟ داخل کره قسمت ب داخل، یعنی فضاهایی که از شعاع کره کوچیک‌تر هستن. ببین من میخوام برم مثلا اینجا، میبینی دیگه داخل کره هستم، اینجا هست. مثل بیرون کره یه کره دیگه میگیرم به شعاع باز آر. الان کره چیه؟ کره کوچولوتره دیگه، درسته؟ خب کره کوچولوتر هست. این انتگرال رو می نویسم، این حالت قبل دیگه، منتها می دونم این دی اس این 4 پی آر 2 مساحت کره کوچولوتره هست. کدوم بود کره؟ این کره دیگه، این کره که با قرمز کشیدم. مثلا اگر این سطح گاسی توپ بسکتبال اون بزرگه، فرضی بزرگه، قبلیه قسمت الف بیرون کره توپ بسکتبال باشه، مثلا این توپ تنیسه، این توپ تنیس هم یه توپ تنیس فرضی هست، یادمون باشه ما داریم مسئله رو الان برای این توپ تنیسه میخوایم حل کنیم. خب پس این دی اس این 4 پی آر 2 این آره شعاع توپ تنیسه هست دیگه، الان حواسمون باشه. خب اینا رو مینویسیم، میخوایم بریم سراغ کیو انکلوزد. خوب حواستو جمع کن، هر جا هستی بیا بیرون، چون فهم مسئله توی الان توی این قسمت هست. کیو انکلوس چیه؟ بار زندانی شده. کجا؟ داخل سطح گاسی. تو سطح گاسی یعنی چی؟ یعنی داخل توپ تنیس. فرقش با مسئله قبل چی بود؟ مسئله قبل داخل توپ بسکتبال بود. داخل توپ بسکتبال بار زندانی شده همون باری بود که تو ساچمه بود، کل بار تو ساچمه تو توپ بسکتبال هم بود. اما الان دیگه این تنیسه کوچولوتر از ساچمه مونه، بنابراین کیو انکلوز باری که تو توپ تنیسه دیگه کل بار داخل ساچمه نمیشه، میشه بخشی از بار داخل ساچمه. کجا میاد برای ما تغییر میده؟ اینجا این انتگرال که شما مینویسی، انتگرال رو روی این کره توپ تنیسه میگیری دیگه، دیگه نمیتونی بنویسی از صفر تا آ، شعاعت از صفر تا آ نیست، چون اگر گفتی از صفر تا آ یعنی کل ساچمه رو داری در نظر میگیری، نیست دیگه، یه بخشی هم. چقدر از ساچمه میگیم؟ از صفر تا همون آر، دیگه نمیگیم از صفر تا آ. بنابراین این آر سه سومه، آر پریم سه سومه از صفر تا آر میشه، بقیهش خودش.
پس این میشه چی؟ میشه 4/3 پی آر 3. ببین دیدی کجا تأثیر خودشو گذاشت؟ تو بار، تو بار تقسیم خود تأثیر خودشو گذاشت. خود بار کجای بار تأثیر گذاشت؟ توی شعاعی که تو ابعاد کره دیگه، ابعاد کره کوچولوتر شده دیگه، تو شعاع کره اثر گذاشت. وگرنه زاویه که خب زاویه تأثیر نداره، زاویه همون زاویه تتا و فیش همون هست. بنابراین اینجا کیو انکلوز میشه چی؟ نتیجه کیو انکلوز میشه رو صفر ضرب در 4/3 پی آر 3. دقت میکنی؟ نتیجه میدان در 4 پی آر 2 بالا مساوی است با کیو انکلوز به اپسیلون صفر. کیو انکلوز چیه؟ رو صفر 4/3 پی آر 3 تقسیم بر اپسیلون صفر. خودت تهش رو میدونی قراره چی بشه. 4 و 4 زده میشه، کل آر دو با این توان 3 آر زده میشه، پی و پی هم اینجا میخوره، نتیجه میدان میشه چی؟ میدان میشه چی؟ میشه رو صفر آر بخش بر دیگه نمیخواد بنویسیمش، رو صفر آر بخش بر 3 تا اپسیلون 0. قبوله؟ رو صفر آر بخش بر اینو فقط دقت کن، این میدان چیه؟ داخل کره هست. حالا تو فاصله آر مسئله بهت میده دیگه، فاصله آر چی؟ یا اگه خواستی به صورت برداری بنویسی میشه همین رو صفر آر به 3 تا اپسیلون 0 در آر حد. اینم شکل برداری همین هست. پس این میشه میدان داخل کره باردار. دقت میکنید؟ اگه برحسب رو صفر، برحسب کیو هم اگه داده باشه، یه برحسب کیو هم میتونید بعد نسبت حجماشون رو بنویسید. اینو تو فیزیک 2 دیدید دیگه، وقتی نسبت حجم ها نویسید، نسبت بارها به نسبت حجم ها هست. خب سوال تا اینجا ندارید؟ اگر ندارید یه خیر بنویسید. بخش دوم که کره فرضی در نظر میگیریم، از نظر مفهومی چه کمکی به ما میکنه؟ کدوم بخش دوم های عزیزی؟ اگر میکروفون تو باز کنی صحبت کنی بهتر. سلام استاد، خسته نباشی. سلام استاد، این بخش دوم آره کوچیکه، کره گفتین توپ تنیسه. خب آره این کره فرضی که در نظر میگیریم، آره کوچیک و بزرگیش دست خودمونه دیگه. آره بله، نگاه بستگی به مسئله داره. مسئله اگه بهت گفت برو داخل کره اصلی به دست بیار، مسئله چی گفته؟ گفته میدان الکتریکی خارج و داخل کره به دست بیارید. یعنی اون مثلا تو اون ساچمه واقعیه، این ساچمه مشکیه، این مشکیه واقعیه، گفته برو میدان رو بیرون این مشکی به دست بیار که اومدیم تو بسکتبال گرفتیم، بعد گفته برو داخل کره اون ساچمه به دست بیار که اومدیم یه توپ تنیس داخلش گرفتیم. یعنی الان ما یه ساچمه‌ای داریم که از توپ تنیس بزرگتره دیگه، درسته؟ یه توپ تنیس گذاشتیم تو ساچمه، گفتیم ما میریم اونجا، یعنی رو سطح توپ تنیس هر جا میدانو به دست آوردی یک جایی هست که داخل کره، داخل اون ساچمه هست، درسته؟ هر جا رو سطح توپ تنیس وایسادی داخل ساچمه هست، پس میشه میدان داخل ساچمه. هر جا رو توپ بسکتباله، رو سطح توپ بسکتبال وایسادی بیرون ساچمه هستی. دقت میکنی؟ حالا این آری که ما میگیم این بر حسب آر به دست میاد، این دیگه واقعا بر حسب آر، یعنی هر چه مسئله بهت بگی، مثلا بگه شعاع مثلا ساچمه 20 سانتی متره، گفته برو تو 15 سانتی متری میدان رو به دست بیار، خب فرمول داری دیگه، یعنی آر 15 سانتی متر رو صفر ضرب در 15 بخش بر 3 اپسیلون صفر تمومش میشه. دقت می‌کنی؟ یه موقع هست میگه برو مثلا تو فاصله فلان به دست بیار، تو فاصله 25 سانتی متر. وقتی 25 سانتی یعنی بیرون هستی دیگه، چون شعاع 20 سانتی متر بود دیگه. از اون فرمول دیگه دومی اولی که نوشتی چی بود؟ رو صفر آ به توان 3، آ که شعاع 20 به توان 3 هست، تقسیم بر 3 تا اپسیلون 0 آر به توان 3. درسته؟ درست. اون آر رو هم می‌نویسی که 25 به توان 3 هست،
مسئله حل میشه. برای اینی که ما میگیم توپ کوچیک و توپ بزرگ، برای این هست که بتونیم مسئله رو با قانون گاوس خیلی ساده حل بکنیم. آره؟ خیلی ممنون. زنده باشید. سوال دیگه؟ خب. بریم سراغ ادامه کار. من در ابزار دوربینم. ادامه کار. مثال شماره 3. مثال 3 رو من می‌نویسم ولی شما به عنوان تکلیف حل بکنید. تو رو خدا اینقدر ساده هست. آدم روش نمیشه به عنوان تکلیف بده. ولی حل کنید. اینی که ساده هست یعنی که همه چیزاشو گفتیم الان بهتون. یعنی با همین اطلاعات مثال 1 و 2 و اون ابتدای کلاس که توضیح دادیم میتونید شما کار. خب مثال 3. میدان الکتریکی را در داخل و خارج یک کره رسانای باردار به شعاع آ که بار کیو به طور یک نواخت روی آن توزیع شده است را به دست آورید. چگالی بار را رو صفر فرض نمایید. اینو به عنوان تکلیف میتونی الان اسکرین شات بگیری، سریع بگیر که من دیگه پاکش کنم. میخوام مثال 4 رو براتون حل کنم. خب میخوام بریم سراغ مثال 4. مثال شماره 4. یک میله باردار به طول L روی محور Z قرار داده ایم که بار Q به طور یک نواخت روی آن توزیع شده است با چگالی لاندا صفر. این یک نواخت. میدان را در فاصله R جلوی میله به دست آورید. بریم محور زد رو بکشیم. این میله گفته رو محور زده، بار کیو هم به طور یک نواخت اون میله توزیع شده، درسته؟ طول میله هم از اینجا تا اینجا هم L هست. گفته برو مثلا توی این نقطه، نقطه P، برو میدان رو تو نقطه P جلوی میله به دست بیار. اینو گفته میشه چی؟ او دقت کن. ببین عزیزم، وقتی شما میخوای مسئله رو حل بکنی چیکار باید بکنی؟ باید شرایط مسئله رو بتونی با قانون گاوس پوشش بدی. یعنی یه شکل متقارن، یک سطح بسته فرضی متقارن رو نگه داری، در حقیقت رو اون کار بکنی و مسئله رو با اون حل کنی. سوال اینجا هست که چه سطحی میتونه یک میله رو احاطه بکنه؟ بهترین سطح استوانه هست دیگه، این تابلو دیگه، درسته؟ یعنی ما میام یک استوانه در نظر میگیریم به شعاع آر. بیام اینجا یه استوانه گرفتیم دیگه به شعاع آر، بعد میگیم بابا این میله هست دیگه، گفتیم تو فاصله پی، تو فاصله آر، یعنی نقطه پی اینجاست. مثلا اینجا من جور بگیرم دستم، شما ببین توی این نقطه این استوانه، این میلمونه ببخشید، این میلمونه که بار کیو رو این پخش شده، بعد میگیم تو این فاصله برو میدان رو دست بیار. فرض کنید این شعاعمونه دیگه، این آبیه شعاع، یعنی نوک شعاعمون الان میخوام اینجا بریم میدان رو به دست بیاریم. خب چیکار میکنیم؟ میگیم این نقطه فاصله اش 20 سانتی متر، این 20 سانتی متر، این 20 سانتی متر، این 20 سانتی متر، همینجوری هر چی میچرخیم 20 سانتی متر. بالا هم بریم همینجوری باید بچرخیم، پایین هم بیایم همینجوری باید بچرخیم. بنابراین انگار که این 20 سانتی متر مساحت یه استوانه است دیگه، از بالا تا پایین.
یعنی چی؟ یعنی میگه این مسئله اگر تو رفتی روی سطح جانبی استوان وایسادی، این استوانه فرضی ها، سطح گاوسیته. اگه به جای این که بگی تو مسئله برو جلوی استوانه به فاصله آر در نقطه پی برو میدان رو به دست بیار، میگی بابا من میگم توی این مسئله استوانه رو در نظر میگیرم، یه استوانه در نظر میگیرم، بعد میگم به جایی که برم توی فاصله آر از اون میله برم مسئله حل بکنم، میگم وای میستم رو سطح جانبی استوانه. هر جا رو سطح جانبی این استوانه فرضی من وایسادم، فاصلم تا جلوی میله چقدره؟ فاصلم تا میله چقدره؟ آر هست. برای مسئله رو با استوانه حل میکنیم. پس سطح گاوسیمون میشه چی؟ میشه سطح یک استوانه. بریم برای حل مسئله. انتگرال ای دات دی اس میشه کیو انکلوز بخش بر اپسیلون 3. تا اینجا که مشکلی نداریم. خب عزیزان دی اس توی استوانه، دی اسی که تو راستای آر بود میشد تو راستای رو بود، دی اس تو راستای رو، این رو رو برای اینکه با اون رو چگالی اشتباه نکنی آر بگیر، یعنی شعاع استوانه، ولی اگه یادت باشه اونجا توی آنالیز برداری با رو نمایش میدادیم، میشه چی؟ یادته میشد رو دی فی دی زد، ها رو دی رو دی فی دی زد بود تو راستای آر، دو تاشون با هم ضرب میکنن دیگه، رو دی فی دی زد، حالا به جای رو بذار آر، آر دی فی دی زد. قبوله؟ خب بنابراین این ایت از تو انتگرال میاد بیرون، انتگرال دی اس میشه کیو انکلوز به اپسیلون 0. خب انتگرال دی اس رو باید بنویسی، نتیجه ای در انتگرال دی اس یعنی انتگرال آر دی افی دی زد مساوی میشه با کیو انکلوز بخش بر اپسیلون 0. خب آر که ثابته از انتگرال میاد بیرون، من بقیه رو اینجا می‌نویسم، نتیجه ای آر یه انتگرال دی افی داری عزیزم از 0 تا 2 پی بود، یادته که یه انتگرال دی زد داری، دی زد یعنی چی؟ یعنی رو محور زد این بارت از کجا تا کجا اومده؟ از 0 تا ال دیگه، مثلا این هم یه دونه از 0 تا ال داری که میشه کیو انکلوز به اپسیلون 0. خب این دی فیه میشه فی از 0 تا پی 2 پی که میشه 2 پی، دی زد هم میشه خود زد از 0 تا ال که میشه ال منهای 0 میشه ال، پس این میشه 2 پی ال. یه آر هم داری اینجا، نتیجه ای ضرب در 2 پی آر ال میشه کیو انکلوز به اپسیلون 0. ببین توضیحت خطیه، یادت باشه، حواستو جمع بکن، توضیح خطی، برابر این کیو انکلوز بار زندانی شده کجا؟ بار زندانی شده کجا؟ داخل سطح گاوسیت. سطح گاوسیت شکلش چیه؟ استوانه. چقدر بار داخل استوانه هست؟ کل این باره، کل این. یعنی این کیو میشه چی؟ چون خطی هم هست، کیو انکلوز میشه انتگرال لاندا دی ال، لاندا که ثابته، لاندا صفر گفت بذار، بنابراین یه لاندا صفر اینجا انتگرال دی ال، این هم از صفر تا ال، انتگرال دی ال هم با ال برابر هست. آه میتونی بنویسی به جای انتگرال دی ال بنویسی انتگرال دی زد، دی زد میشه در حقیقت، چون ال بخشی از طول بخشی از محور زد دیگه، از صفر تا ال که میشه، پس به جای کیو انکلوز میشه لاندا صفر در ال. من میتونم به جای کیو انکلوز بنویسم چی؟ لاندا صفر در ال. ببین ال اینور با ال اینور خط میخوره، نتیجه میدان میشه چی؟ میشه لاندا صفر به 2 پی آر اپسیلون 0. حله؟ آر رو هم اینجا میبینی دیگه، تو فاصله آر گفته به دست بیاری، میدان میشه لاندا صفر بخش بر 2 پی آر اپسیلون 0. تو راستای شعاعت هم هست، یعنی اینو اینطوری هم میتونی بنویسی، یا بردار ای رو میتونی بنویسی لاندا 0 به 2 پی آر اپسیلون 0 در آر هت، اینو هم میتونی بنویسی، مشکل برای نوشتن این حالت هم نیست.
دیگه دقت کن ها، چون این ایه اینجا ایه آر بود شعا، میدان تو راستای شعا دیگه، به میدان این ایه آر هست. دیه اس هم عمود بعد سطح جانبیه ها، به سمت بیرون زاویه بینشون هم که صفر جهست، این کسون صفر هم میشه یک. عزیزان همه اینا یک حلی هم توی فیزیک الکتریست مغناطیس داره که یه حل ساده تریه، درسته؟ یعنی با مختصات فضایی ما کار نمی کنیم، مختصات کروی و اون در حقیقت استوانی ها اونجا کار نمی کنیم، اینجا می بینیش که چرا ما داریم با این مختصات کار می کنیم. واقعا می تونیم درک بهتری رو تو الکترومغناطیس از در حقیقت مباحث قبلی که دیدی داشته باشی. خب به نظرم برای امروز کافی عزیزان، دیگه یه رو به 12 هست. من میرم اون امروزار اسکایرون ببینم سوالی ندارید عزیزان. عزیزان سوال، مثالی که گفتین داخل کره که میدان صفر میشه طبق گفته خودتون خوبه، خوبه های عزیزی، این همین خوبه، ولی باید بنویسیش، باید همین رو بنویسی. خارج کره هم باید به دست بیاری، داخل کره که خب میدان صفر باری کلا خوب حد زدی، ولی خارج کره رو حتما حتما باید بری میدان رو محاسبه کنی. خب سوال، سوالی ندارید عزیزان؟ زنده باشید، انشالله موفق باشید، روزتون بخیر باشه عزیزان، بخونید تا انشالله عقب نیفتید. خسته نباشید همگی، جمعی هم خداحافظ. بچه ها جلسه بعدم فقط یه چیزی نرید یه لحظه، جلسه بعد اگر اون یک شنبه رو بتون، نگاه یک شنبه سه شنبه من کلاس دارم، یک شنبه با گروه یک شنبه یا سه شنبه بچه سه شنبه، یک شنبه توی کلاس 131 داریم، اگر بتونید بچه های سکشن سه شنبه که الان هم اومدن تو کلاس هستن، اگه بتونید یک شنبه رو بیاید تو 131، بعد بچه های یک شنبه ای هم سه شنبه بیان تو 131، دو جلسه هفته آینده میتونیم براتون برگزار کنیم دیگه، تمومش کنیم. میتونید بیاد همه؟ اون ساعت 4 تا 6 هست، یک شنبه ساعت 4 تا 6 هست، میتونید بیاد ما دو جلسه بذاریم دیگه تموم بشه درس، که نخواد هفته بعدترش هم بیاد یا جبرانی بذاریم. کلاس دارید؟ چه کلاس دارید هفته دیگه؟ آقای نقیزاد چه کلاس چی دارید شما؟ محاسبات عددی تموم نشده هنوز؟ حالا سه شنبه هم که میگن کلاس دارید، خب ولش کنید سر ساعت خودتون بیاید کلاس، یک شنبه و سه شنبه، شاید پنج شنبه هم مجبور بشیم جلسه جبرانی بگذاریم. آبا میگن محاسبات تموم شده، اگه تموم شده که پاشید بیاد کلاس عزیزم. آقای اکبرپور میگن محاسبات رفع اشکال دارن، میگن رفع اشکال دارن. خب هیچی دیگه، اگه رفع اشکال هست که هیچی، باید شرکت کنید. خب هیچی، سر کلاس خودتون بیاد، سر کلاس خودتون بیاد، مشکلی نیست انشالله، انشالله اینا رو هم میذاریم. عزیزان موفق باشید، روزتون بخیر باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.